اگر کسی امروز در جامعه ما وضعش بهبود پیدا میکنه، بخش قابل توجهش کسانی هستن که سوار بر تورم. بخشی از جامعه ما توی لاتاری داره زندگی میکنه، بخشیش توی فساد و رانت سازمان یافته، یه بخش بزرگش هم درگیر فقر واقعا دردآور و فقر خشن به معنی حقیقی کلمه. نمیتونه تورم 50% تورم پایدار باشه. ما واژه مهار تورم رو خیلی زیاد استفاده میکنیم، ولی علاقه به مهار نقدینگی نشون نمیدیم. چرا؟ چون ذینفعان رشد بالای نقدینگی تو اقتصاد ما ذینفعان قدرتمندی هستن. توی یک چنبره ای افتادیم از فهم نادرست از اقتصاد که اونی که باید یاد بگیره تمایلی به یاد گرفتن نداره، نه اینکه نمیتونه یاد بگیره.